مرکز انرژی هسته‌ای ژاپن بار دیگر از افزایش میزان نشت مواد رادیواکتیو در راکتورهای آسیب دیده در این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش میزان رادیواکتیو موجود در آب راکتور شماره 1 فوکوشیما به 10,000 برابر بیش از حد نرمال رسیده است. در همین حال ناوتو کان نخست وزیر ژاپن در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این کشور برای تحت کنترل درآوردن فعالیت راکتورهای هسته‌ای آسیب دیده با یک نبرد بلند مدت مواجه خواهد بود و تثبیت موقعیت این راکتورها در کوتاه مدت ممکن نیست. با وجود گذشت حدود 3 هفته از زلزله مرگبار در ژاپن، هنوز جستجو برای یافتن ناپدید شدگان ادامه دارد. زلزله‌ای که در آن بیش از 28,000 نفر کشته و ناپدید شدند و باقی ماندگان نیز در اردوگاه‌های موقت به سر می‌برند. یکی از ساکنان این اردوگاه‌های موقت می‌گوید همه چیز تاریک است. من به واقعیتی که رخ داده نگاه می‌کنم، اما نمی‌خواهم فرزندانم این وضعیت را ببینند. به عنوان یک پدر باید از آنها حمایت کنم و همین دلیلی است که سعی می‌کنم مثبت به آینده نگاه کنم. در شهر توکیو با توجه به احتمال نشت مواد رادیواکتیو، مردم این شهر کمتر از خانه‌های خود بیرون می‌آیند و از مواد غذایی مانند شیر و سبزیجات کمتر استفاده می‌کنند.